درود به شما همراهان همیشگی کانال گنجینه بیوگرافی. با یک ویدیو دیگه اومدم خدمتتون از مصاحبه اخیر مهناز افشار و افشاگری جنجالی اون از ازدواج‌ها و روابط مخفیانه متعددش. لطفاً تا آخر با من همراه باشید. مهناز افشار، ستاره سابق سینمای ایران، در مصاحبه‌ای با یک کانال افغانستانی حرفای بسیار جنجالی زده. او در این مصاحبه به مذهبی بودن شدید خانوادش اشاره کرده. او گفته من در یک خانواده مذهبی مخصوصاً از سمت مادری متولد شدم. مادرم با بازیگر شدن من کاملاً مخالف بود و حتی یادمه وقتی که عکسم رو در روزنامه ها چاپ شده بود، یکی از دایه های من که از بازاری های قدیمی بود، هرچند که به محض بازیگر شدنم با ما قطع ارتباط کرده بود، عکس من رو روی جلد مجله دیده بود. اون هم با این تیز که نوشته بود مهناز افشار برای بار سوم سقط جنین کرد. خلاصه انقلابی در خانواده ما رخ داد. ماجرا هم این بود که من 3 فیلم پشت سر هم بازی کردم که توش سقط جنین داشتم. اونها هم این تیتر رو زده بودن برای جلب مخاطب. خلاصه دایی من وسط بازار قش کرده بود. البته من در مورد مادرم نباید بگم مذهبی، چون الان دیگه مذهبی بودن حکومتی حساب میشه. مادر من آدم متدینی بود و باورهای دینی داشت. از قبل از انقلاب خانواده مادری من اینجوری بودن و حتی مادرم توی یکی دوتا فیلم های اول من با من میومد سر صحنه و فقط میخواست که مراقب من باشه. پدرم ولی کاملا آدم راحتی بود، فقط نگران کمخوابی و کار زیادم بود. روزهای سختی بود که اونها باید باور میکردن که این شغل منه و من مثل بقیه نمیخوام زندگی کنم. اون در پاسخ به این سوال که از نوجوانیت و در تهران چیزی یادت میاد یا نه، گفت نسل ما خیلی نتونست از پس موانع خانواده و جامعه بر بیاد، ولی دنیامون کوچیک بود و راضی بودیم. موبایل نداشتیم و از هیجان‌های دنیا خبری نداشتیم. دوستی‌های خوبی داشتیم. پسربازی هم می‌کردیم، اما نه به شکل امروزی. مثلا پسرها می‌اومدن دم مدرسه تا دم خونه ما رو اسکورت می‌کردن. و دیگه ته تهش اگر جسارت داشتیم پارک یا سینما می‌رفتیم. که یادم مدیر مدرسه‌مون مچ منو تو سینما گرفت و دوست پسر خط قرمز حساب می‌شد. خلاصه نزدیک بود از مدرسه اخراج بشم و مامانم هم که برخورد خیلی شدیدی با هم کرد. مهناز افشار در ادامه در مورد بخیه دستش صحبت کرد و گفت این نشانه همیشه همراه منه. همیشه به شوخی میگفتم اگر من یه جوری مردم که قیافم قابل تشخیص نبود، از این بخیه میتونید بفهمید که منم. هیچ وقتم دوست نداشتم که کسی غم و شکستم رو ببینه. اون در مورد مهاجرتش به آلمان هم خیلی سربسته گفت که قرار نبود بمونم. خیلی یهویی شد و تصمیم بر یک مسافرت بود. وقتی اومدم آلمان مثل تمام 8 قبلش اصلا قرار نبود بمونم. چمدون برای سفری طولانی نبسته بودم. پیشنهاد کار داشتم و قرار بود توی فصل دوم عاشقانه بازی کنم. چند تا سریال هم برای نمایش خانگی صحبت کرده بودم، اما زندگیم از این رو به اون رو شد و در آلمان موندگار شدم. اون در مورد زندگیش در جلوی دوربین و پشت دوربین هم گفته بود سر صحنه وقتی میگفتن دوربین و حرکت، باید به این فکر میکردم که موهام معلوم نباشه، گوشم معلوم نباشه، سینه‌هام رو بدم تو، چون چندین بار گفته بودن باید قوس کنی و راه بری که سینه‌هات معلوم نباشه. توی خونه مهمونی و مسافرت‌های خارج از کشور راحت بودم، اما جلوی دوربین مهناز افشار بودم و باید خودم رو سانسور میکردم. تا اینجای ویدیو لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله ویدیوها رو روشن کنید. اون در مورد سخت بودن انتشار عکس‌های بی‌حجابش هم در صحنه اینستاگرامش گفت اولین عکس بی‌حجابی که گذاشتم انگار داشتن پوست منو می‌کندن و شکنجه‌ام می‌دادن. من بارها و در مسافرت‌های خارج از کشور بی‌حجاب بودم، کلاب رفته بودم، مهمونی‌های مختلف زیادی رفته بودم. ولی اینکه بخوام مهناز افشار نباشم و دیگه بازیگر نباشم خیلی تصمیم سختی بود و فکر کردم دیگه وقتشه از سانسورها رها بشم. در ادامه هم اون در مورد ازدواج جنجالیش با یاسین رامین گفت. اون عروس چهره پرنفوذ ایرانی محمد علی رامین شد که موضوع بسیار پر سر و صدایی بود.
و در پاسخ به این سوال که چرا در اوج شهرت این آدم رو برای ازدواجت انتخاب کردی گفت سوال خوبیه. من قبل از این ازدواج‌های دیگه هم داشتم، روابط دیگه هم داشتم و اصلا آدم چشم و گوش بسته‌ای نبودم. روابطی هم که قبل از ازدواج داشتم همه روابط خوب و عاشقانه‌ای بود، همگی با آرامش و حال خوب بود و فقط زمانش تموم شده بود و جدا شدیم. هیچ وقت هم جدایی‌ها با جنگ و دعوا نبوده. من کلاً آدم جنگ طلبی توی رابطه نیستم. با همون آدمایی هم که زمانی توی رابطه بودم الان ارتباط دوستانه‌ای دارم. زمانی هم یاسین رامین وارد زندگیم شد و بعد هم دیگر رو شناختیم و من اصلا نمیدونستم که پیشینه سیاسی داره و پدرش رو هم نمیشناختم. وقتی شروع کردیم و اون اتفاقات افتاد من خیلی شوکه شدم، ولی ما تصمیممون رو گرفته بودیم، داشتیم با هم زندگی میکردیم و تصمیم گرفتیم که به حرفا و جنجالها گوش ندیم و من نمیتونستم به خاطر پیشینه سیاسی خانوادش ازش جدا بشم. تصمیم گرفتم بمونم تا به همه ثابت بشه مهناز افشار خودش پول داره، زمین و ملک داره، خودش سفر خارجه رفته، کلی فیلم بازی کرده و برای منافع مالی همسر یاسین رامین نشده. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین و با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت میکنید.